بسم الله الرحمن الرحیم بیننده های عزیز سلام وقتتان بخیر ان که صحت و سلامت باشین بیننده برنامه دنیای ورزش هستین و من سروش در خدمت شما هستم دعوت می تا پایان برنامه با ما همراه باشین همان گونه که در جریان هستین پس از اینکه تیم ملی تکواندو افغانستان بر رقابت های راهیابی به مسابقات المپیک 2024 به چین رفته بود پس از او هم تیم ملی پارا تکواندو افغانستان به این مسابقات رفت همزمان در حالی که ما از تیم مهاجرین چون ورزشکاران ما فعلا بیرون از افغانستان هم هستن از ملی پوشان تکواندو ما رفته بودن در مسابقات کسب سهمیه که در بخش پارا تکواندو خوشبختانه یک از ستاره های بخش بانوان راه پیدا کردن اما متاسفانه در بخش آقایان نه تنها از افغانستان که از بخش مهاجرین هم ورزشکار به صورت مستقیم نداریم حالا از بخش پارا هم یک مدال برونز از مسابقات کسب سهمیه داریم در صورتی که امکانات تغییر بکنه یعنی وضعیت تغییر بکنه حتما فرصت حضور به این ورزشکار ما خواهد بود ان که یا هم وایت کارت بگیرن و یا هم یک از میلی پوشانه که مقام اول دوم گرفته صد راه حضور ورزشکار ما نشه میخوایم بیشتر روی موضوع پاراتکوندوی افغانستان بحث بکنیم سفر چین و پس از هم داخل افغانستان تلاش میکنیم با میلی که از این مسابقات ابراهیم دانشی توانست برونز بگیره به صورت مستقیم آنلاین اسکایپ از طریق اسکایپ با این ورزشکار ما که از هرات وست میشه صحبت بکنیم اما در استودیو هم با ما سرمربی تیم ملی اف... پارا تکواندو افغانستان بادامگل سروری با ما هستند که صحبت هایشان می داشته باشیم آقای سروری سلام خیلی خوش آمدید برنامه شکر سلام بر شما بر بینینگان محترم و همکاران عزیز تلویزیون آریانا بسیار زیاد تشکر خوش آمدین کمی از سفر چین بگوین که چطور گذشت مسابقات تشکر بسیار زیاد ما سفر داشتیم با تاریخ 13 مارچ از در رای سپای, سپای چین شدیم و در شهر تایان چین این مسابقات کسب سایمی پاراتیکوندو بود و ما در تاریخ 16 وزن کشی داشتیم و تاریخ 17 مارچ ما مسابقات داشتیم که خوشبختانه ما یک مدال برنز را به دست آوردیم چند ورزشکار رفته دو ورزشکار دو ورزشکار یک, یک ابراهیم دانشی بود و یکی هم شفاجان حقبین بود شفاجان عقبین نتایج ما در مراحل که تا مرحله مدال می رسیدیم با کدام کشورها مواجه شدیم و نتایج چگونه بود؟ چون جدول پای نفری بوده او جام رینکینگ در نظر گرفته میشه چون ما در مسابقات تیاسی اشتراک کرده بودیم یک برد دو جام ما داشتیم خاطر ازی ورزشکار ما در که قرار داشت در دا ردی رینکینگ بود و ما مسابقات ما با کشور که بازیکنی از تایلند بود که و هم برونز آسیا را داشتن آسیا اولمپیک داشتن ما روبرو باوا شدیم و بعدا به امتیاز بسیار کم مسابقه را واگذار کردیم به وا و در رفتیم به چانس دو در چانس دو اوجه باز ما روبروی ورزشکار نیپال شدیم که وا با این دنیای زیایی خود شکست داده بودند و ما میخواستیم با رقابت کنیم با سار مدال سیومی که برونز میشه دیگه خوشبختانه ما توانستیم که او را شکست بدیم این مسابقات ما سروری دو مدال برونز میده به صورت برشترک؟ نه خیر یک برنز می باشه مشترک ندارن درست بلد. پس ابراهیم دانشی با شکست دادن حریف نپالی توانست که مدال برنز مسابقات را بگیره در وزن چند در وزن منفی 58 کیلو در وزن منفی 58 کیلوگرم جمله ای که من در اول گفتم حالا روند حضور ایمیل پشت پاراتاکواندوی ما با مسابقات المپیک 2024 چگونه هست با چی وجهی و با چی صورت میتونه که در مسابقات پاریس شرکت کنه ما خو امید داریم انشالله که برگزاری که در خود دبلیتی است یا مثلا فدراسیون جوانی پارا تکواندو و تصمیم میگیرن و بازیکنه کنه هم کشن میبینه انشالله که بر از وای یک وای کارت ارسال میکنه انشالله که بنامش یک وای کارت ما منتظر امو هستیم که انشالله یک وای کارت برای ما چی رنکینگ فعلی چند است از ابراهیم دانشی؟ حالا در شست آمده در جهان بله. در بین شست افتاد بود حالا در رینکنگ تا رنکینگ چند احتمال وایت کارد وجود داره؟ و از اگر پیش از این خو رینکنگ اونمون کسی که در کس کس به مقام اول گرفته مدال طلا داره امکانات از است که اون مستقیم رفت رفت بله. و, و نقره هم حضور پیدا میکن. میکنه؟ نقره حضور پیدا نمیکنه نظر به شرایط مملکت هاست هر مملکت که مثلا بیشتر در دیگر وزنا اگه وا کسب کرده باشن رفته باشن رایی چیز المپیک شده باشن باز ما چانسی داریم پیش از که نقره بره باز ما چانسی داریم دمی وزن درست به. پس یعنی احتمال وجود داره که ما به این مسابقات رفته ان شاء قبلا در مسابقات پروتکوندو المپیک 2020 که در بس برگزار شد یکی زکیه خدادادی رفته بود یک ملی پوش دیگر از افغانستان بله یکی از خود تکوندو که از حساب جورا میان که فرزاد منصوری بود اشتراک کرده بود در بخش پاراتکوندو نه نه پاراتکوندو یک ورزشکار ما داشتیم که از پاراتکوندو که زکی خدای دادی بود بر از وایت کارت آمدن و یک نفر از آقایی ده. که در کنارشان شرکت کرده بودن از کشور بیرون از اشتراک کرده بودن وقت هم خود دولت آمد باز از بیرون از کشور اشتراک کردن درست نه. ما در پاراتکوندو امیل ببینم که این موضوع اشتباه نگویم نه. که خیلی از بیننده های ما با... شکبر نشان خب استاد من تا این موضوع را حتما معلوم میکنم ما یک مشکل جدی که وجود داره قبلا قبل از سفر شما هم با استاد نور صحبت کردم در برنامه و بود که ما در خیلی مواقعی شده که ورزشکاران ما از نگاه ویژه مشکل پیدا میکنن یا از نگاه مسیر سفر مشکل پیدا میکنن و با حالت خسته و گرفته به مسابقات میرسن زمان کم پیدا میکنن تا آمادگی بگیرن از ما چیکونه بود این مسیر سفر د این سفر ما مشکل نداشتیم نه در بخش ویزه و نه در بخش که سفر ما بود تا ما پیش از که یک مسابقه که به دای فجر ایران بود هم از پاراتکواندو بود ما دوچار مشکل ویزا شدیم نتوانستیم که ما ویزا را به دست بیاریم اگر ما می توانستیم که ویزا را به دست بیاریم به ایران سفر نماییم حتما ورزشکار ما ابراهیمی ابراهیم دانشی بود انتخاب شده بود ما می توانستیم که رنکینگ ما را بالا ببریم بدبختانه نتوانستیم ویزا را به دست بیاریم مسابقه است پیش ما حسب شد درست است ما در مسابقات که رفتیم و یک مدال برونز توانستیم بگیریم تمرینات ملی پوشان ما در کجا برگزار شده بود تمرینات ما خو ما یک سیزده روز در داخل تربیت بدنی قرانتین بودیم میار دو میدو پوش های ما و سیزده روزیج ما تحت نظر ما تمرین کردن و بعد از اون باز طرف چین به سفر رفتیم ما چند روز فرصت داشتیم در چین آماده شدیم؟ ما فرصت که در خود چین داشتیم بله. دیگه یک روز فرصت داشتیم که ما اوجه رسیدیم یک روز ما تمرین کردیم بعدش وزن کشی کردیم و تاریخ دیگهش عبده بود و مسابقه کرد فکر نمیکن استاد که رسیدن ما در این زمان تأثیر گذار بود در روی که حداقل یک مدال بیشتر میگرفتیم یا هم میتونست مکان بهتر بگیریم و شفا جان میتونست می که نتیجه بگیره در بله بله این تاثیر داره بخاطر ازی که اگر ما یک هفته پیش میرفتیم اونجا در تمرینات می بودیم و حتما بود که یک چانس داشتیم که پیش می رفتیم حالا اگر ابراهیم دانشی به مسابقات بره شما آمادگیش از حالا شروع کردیم برشان که آماده شوند حداقل بر مسابقات پاریس در صورتی که اگر امکان و حضورش وجود داشته باشه بتونه به این مسابقات برن بله ان ما امیال آمادگی داریم تمرینات داریم ما که سفر آمدیم تمرینات خود کردیم سر زمین روز ما تمرینات خود آغاز کردیم و ما آمادگی داریم انشالله که ما منتظرش هستیم درست ابراهیم دانشی بازیکن اساس بله چون یک معیار وجود داره که باید بر... بازیکن بازیکن تیم ملی برگرده حداقل تمرینات خود در کابل زیر نظر شما سپری بکنه چه فرصت گذاشته بودین قبل سفر به چین که ورزشکارم در کابل آمادگی بگیره و چه قرنطینه شده بود و این قرانتین بسیار مهم است برای یک ورزشکار بله ما یک پیشنهاد برای ست تربیت بدنی دادیم چون سال آخر بود شما میفهمین که سال آخر میشه و بودیجه وجود نمی باشه در ست تربیت بدنی و بازم خوشبختانه یک سیزده روزی که با ما بودن و ما همی سیزده روز اینجا پیش ما قرانتین بودن و سیزده روز ما همی سی تایم تمرینات خود دوام دادیم دیگه بعدا به سفر رفتیم درست استاد همچنان شما را می داشته باشیم اجازه بتین یک وقفه بگیریم پس از وقفه همچنان بس خواهد کردیم اما قبل از همه رقابت های لیگ برتر کرکت هندوستان یا ای پیل رو می توانید که از طریق شبکه آریان رو تماشا بکنیم مسابقاتی که همه روزه به صورت مستقیم و انحصاری پخش خواهد شد همزمان از طریق ویب سایت ما و تلویجان قابل دید هست و باید بگیم که روزهای شنبه و یک شنبه شما دو مسابقه را شاهد خواهید بودیم یک مسابقه ساعت دو پیشکش میکنیم یک مسابقه دیگر همزمان است با برنامه زیافت رمضان پس از ماه مبارک رمضان در ساعت شش با شما خواهد بودیم تمام جریان یک رقابت را پیشکش خواهد کردیم این رقابت ها در جغرافیای افغانستان تنها و تنها از طریق شبکه آریانا پخش میشه میریم به وقفه پس از وقفه برمیگردیم همچنان بیننده دنیای ورزش باشیم ادامه دنیا ورزش یک موضوعی را که ما اشاره کرده بودم پیشتر باید دوره اصلاح بکنم گفتیم دو ورزشکار داشتیم ولی بله دو ورزشکار داشتیم از پاراتکوندو فقط یک بانو بود طبقی که استاد اشاره کردن ما در اون مسابقاتی که ورزشکاران ما حضور پیدا کرده بودن یک حسین رسولی بود یکی هم زکیه خدادادی حسین رسولی در بخش دوش شرکت کرد بود اتلتی که از مسابقات اصلی بازمان فقط در بخش پرش طول گروه طول در گروه تی چل هفت مسابقه داد که نتیجه هم نتانست بگیره چون افغانستان ترک کرده بود و در این مسابقات نمیتونست شرکت بکنه اما زکیه خدادادی در دا این مسابقات توانست که شرکت بکنه زکیه خدادادی که فعلا کسب سهمیه پارولمپیک را هم داره صد زکیه خدادادی شما تجربه مربیگریش را ندارین؟ بله بازیکن خوب است و انشالله واد در اروپا تانستن که کسب سمیه بکنن و انشالله توقع میره که مدال اولمپیک بگیرن با توجه به تجربه قبلی که از مربیگریشان داشته این دی توان رو میبینید در که مدال بگیرن؟ با. بله انشاءالله. درست و فعلا هم یک موضوع خوبترم است که امکانات خوبترم در اختیارشان است خوبتر دارن مغزشان آرام است انشالله میتونن که که از مدال المپیک رو بگیره یک موضوع که ما در طول مسابقات 2021 فرزاد منصوری رو داشتیم فرزاد م. م. منصوری رو نمیتونم و هیچ کسی هم نمیتونه فراموش بکنه مسابقه ایشون با, با یک اشتباهی کوچک متاسفانه حذف شد از رقابت ها و نتونست به مدال برسه ورنه توانمندی فرزاد منصوری هم در 2021 بود که به مدال برسه و ما برای دومین بار از المپیک یک مدال بگیریم مدال بگیریم خیر اتفاقات هست اتفاقات ورزشی ولی بله که شاهد حضور فرزاد دوباره باشیم در مسابقات از طریق وایت کارت برن عبدخل از, از این فرصت فراهم شد و وزی طرف ورزشکار پاراتکواندوی ما ابراهیم جانم شاهد حضورش باشیم در مسابقات سروریس در کل خودتان به عنوان سرمربی تیم ملی پاراتکواندوی افغانستان وضعیت پاراتکواندو رو چطور بررسی میکنیم؟ با توجه به وضعیت که رفتین به چین به یک مسابقات رفتن اما در کل تقاضا و روند رشد خود این ورزش رو چگونه میبینین ما بهتر میفهمیم که شرایط افغانستان به این شرایط است و امکانات بسیار کم است و ما از مو امکانات کم استفاده میکنیم که باید ما برزمیم در جایی که باشیم و بیرق افغانستان بلند کنیم مردم خودش شاد بسازیم ما کوشش امیر داریم از و کل مردم افغانستان از این میفهمند که امکانات بخی کم است برای یک ورزشکار به او سوی که مملکت‌های دیگه اوجا حضور پیدا میکنن ما در صفر فکر کنین ما در صفر قرار داریم باز هم اونمو حیمت افغانی از دیگه ورزشکار ما با مو روحی که هست میره میرزمن من دیگه خداوند میربان است که ما بتانیم کارت به دست بیاریم و مدال هم به دست بیاریم چون بازیکن ما بسیار روحی خوب داره و جوان است سنشان 22 سال است و انشالله که تجربه خوب را کسب کرده است دو روی داده که یا اشتراک کردن بسیار تجربه خوب کسب کرده کسب کرده است و انشالله ما امید داریم که اگر وایت کارت بر ما برسه انشالله که ما میتونیم که برای اولین دفعه همین مدال که از المپیک است در بخش پارا به دست بیاریم ان برای حضورشون کمپ هم در نظر گرفتین اگر احتمالاً تایید شوه کمپ در کجا برگزار میشه بدون کابل البته ان ما در نظر داریم که یکی از کشورهایی که نزدیک ما هست از این هم کم است کشور ازبکستان است که و زیاد تجربه دارند در پاراتیکوندو بازیکنهای بسیار خوبی دارند در پاراتیکوندو و بتانیم که در کمپ برگزار کنیم که تنو ابراهیم حضور پیدا بکنه قبل از اون مسابقات دیگری هم داریم قبل از اولمپیک پارالمپیک قبل از اون مسابقات پن زیاد داریم آزاد مسابقات آزاد ولی نظر بد دیجه نخواد بتوانیم که ما اشتراک کرده بتوانیم خب استاد یک موضوع ای است که کمپ یک نیاز است درست است کمپ نیاز است اما وقتی یک ورزشکار بره در برابر حریفان مختلف در رقابت ها در میدان بین المللی حضور پیدا بکنه هم از نگاه تجربه بهتر بیشتر میشه و هم از نگاه روان خود را بیشتر در میدان احساس میکنه برابر حریفان با چی وضعیت و با, با چی برنامه درست است که مربی میگه خب مربی صدای خود میکشه اما اصل نه. کار خود ورزشکار در میدان میکنه نه. پس از این نگاه فکر نمیکنن که حضورشان شرط باشه در مسابقات بین المللی قبل از مسابقات پارالمپیک ال خو کل فوکس سر اولمپیک است و کل اگه که اشتراک میکنن کل آمادیشان آمادگیشان و خاطر مسابقات اولمپیک است فعلا دیگه کلشان امیال و در کمپ تمرینی در جای کسیم کمپ تمرینی دارن و آمادگی دارن بینمی مسابقات و ای بسار برشان مهم است همه کده بدون از که ما بتوانیم که در یک مسابقه که وقت اشتراک کنیم که بسیار نزدیک المپیک باشه یا بازیکن معاصب ببینه باز بسیار بر ما مشکل تمام میشه چون حتما اساسی دیدن در مسابقات که چیز باشه نزدیک المپیک باشه بسیاری ورزشکارایی که را پیدا کردن به المپیک یا میرن به مسابقات المپیک اشتراک نمی به خاطر اینکه کدام آسیب برشان نرس. پس با توجه به همین حرف اما حس میکنم که برای ابراهیم اگر فرصت برابر با به شما اگر بود جب در اختیارشان گذاشته شد که بتارین حداقل شما با ابراهیم در مسابقات برین در مسابقات بین نلی حضور پیدا بکنیم جدا از موضوع مسلمیت حداقل بر تجربه ابراهیم دانشی بسیار مهم است ابراهیم دانشی را اگر کم کوتاه معرفی کنید که پیش از این چی مسابقات را سپری کرده بوده ابراهیم دانشی تقریبا یک سال میگذرد که او عضو تیم ملی پارا افغانستان شد و ای اولین بار بود که باز ما به با مسابقات المپیک آسیا رفتیم و او اشتراک کرد در اونجا ثابت ساخت که ای ورزشکار جوان است ما وقت یک مسابقه را با کشور عراق انجام دادیم که خوشبختانه با بسیار امتیاز بالا او را بردند و مسابقه دوم ما که بود با ژاپن داشتیم چون با ژاپن هم با بسیار نمره اندک واگذار کرد مسابقه را دیگه بعد از آمدن از او از اون مسابقات تجربه از یا بسیار بالا رفت ولی دی مسابقات بسیار حضور خوب داشت ولی تجربیش بسیار بالا رفت شما بر خودتان معلوم است که یک ورزشکار در یک بار دو بار چند بار نمیتونه که مدال کسب بکنه بله. بسیار مشکل است برش تا که تجربه هر چقدر مسابقات مسابقه کنن مسابقات اشتراک کنن اما قدر تجربیشان بالا میرم دیگه ما این می که اگر هر چقدر حضورش بیشتر باشه در مسابقات ما خو میخواستیم که اگر ما در مسابقات ایران در فجر اشتراک می کردیم حتما ما کسب سمی هم میکردیم و نه نتوانستیم با او خاطر به خاطر مشکلات ویزی که داشتیم نتوانستیم که حضور پیدا کنیم این گپ بسیار بیشتر است که هر چقدر ورزشکار بتونه در مسابقات حضور پیدا کنه و قدر تجربه بالا میگیرند وسط اگر اجازه بتون ما به همکارا فرصت بگذاریم که بریم یک هایلایت خیلی کوتاه البته هایلایت کوتاه هم نیست آخرین صحبت های خود انجام بتیم میخوایم که مسابقه ابراهیم دانشی در وزن 58 کیلوگرم در رقابت دوم را که البته رقابت را ببینید بی که روی کارت دعوت بوده و مدال برونز مسابقه را میگیره در مسابقه اول خود توانسته بود که حریف تایلندی خود را ببره یک حالیت داریم او را حتما پیشکشتان میکنیم که تماشا بکنیم آخرین مورد اگر حرف باقی مانده استاد شریک بکنیم لطفا در مورد پارتکوند هرچی دوستان کمرا در اختیارتان. تشکر حرف معمی است که یک خواست امارات اسلامی میخوایم که ما را حمایت بکنند بیشتر امایت بکنند بسیار ضرور است که ما بتوانیم که به افغانستان به یک مملکت که بسیار دچار مشکلات است مردم خوش بسازیم و اینمی خواهیشم است که ما را باید سپورت بکنند بسیار تشکر با دامگل سروری سرمربی تیم ملی پاراتاکواندو افغانستان از اینکه در برنامه تشکر شما بسیار تشکر فرصت گذاشته بودیم تا خود ابراهیم دانشینیم هم در برنامه داشته باشیم ولی متاسفانه به خاطر مشکلی که نتونستیم حتما در یک از برنامه‌ها دعوتشان می‌کنیم تا صحبت‌هاشون مستقیم داشته باشیم حق دارن بر ما با توجه به دستاوردهایی که دارن خیلی تشکر از اینکه برنامه رو دنبال کردین وقت بخیر